سلام دوستای عزیز خوش آمدین امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین دوستای عزیز من امروز خواستم طرز تهیه کلچه خرمایی رو برای شما بگویم بسیار یک کلچه خوشمزه و لذیذ است و بسیار به طریقه ساده شما میتونین آماده کنین خوب دوستای عزیز در قدم اول من البته یک علت تخم در بین یک آس انداخته با مکسری خوب مکس میکنم و بعدا دونیم قاشق غذاخوری ما بوره رو و همچنان یک قاشق چای خوری و نمک نیز بالاش اضافه میکنم و حالا دوست عزیز دو قاشق البته چای خوری خمیر مایه نیز بالش میاندازم و همچنان یک گلاس شیر البته شیر گرم است من نیز بالایش انداخته با مکسر ایره خوب مکس کرده تا ای که کاملا تمام مواد ال شوه و حالا دوستای عزیز من نیم گلاس البته مسکره نیز بالش می اندازم البته مسکره کمی گرم کردیم ایره بالش می اندازم بخاطر که به سادگی ال شوه و حالا عزیز ما فقط برای خمیر کردن کلچه ما ما گلاس آرد ضرورت داریم که ما سه گلاس آردش انداخته و گلاس جارمی میره کم کم اضافه میکنم به خاطر که نمیخوایم خمیر ما بسیار سخت و یا بسیار نرم باشه خمیر به با اندازه آماده شوه خب دوستای عزیز به می ترتیب ما خمیر خدا آماده کردیم قسمه که میبینید خمیر ما بسیار سخت است و بسیار نرم بسیار خمیر عالی آماده شد و حالا دوستای عزیز ما ایره به مدت یک ساعت که خمیر ما استراحت کنه و تا مدتی که خمیر ما دوستای عزیز برسه آماده شوم و میخواهم که خورما را آماده کنم خب دوستای عزیز البته ما یک گلاس خورما را قبلا خستیش بیرون کردیم و همچنان یک گلاس چهار مغز نیز بالایش اضافه کرده البته در فود پروسسر انداخته و یک قاشق چای خوری ایل نیز بالایش انداختم و تمام مواده را خوب مکس میکنم تا کاملا مانند الوا نرم شوه خب دوستان عزیز قسمه که دیدین خورما خوب آماده شده کاملا حل ال... شده و حالا می میخوایم که خمیر که قبلا ما آماده کرده بودیم خمیر به این ترتیب بر شما نشان میتونم که آماده میکنیم. البته دوستای عزیز بسیار به شکل ساده تر ای را میتونین با آشگز امور کنین و با قالب ای را گرد گرد بریده. البته دوستایزی بسیار به شکل ساده است و شما میتونین که با دستتان نیز و کای های خورد کرده و با کف دستتان گرد گرد آماده کنین مگر دوستای عزیز این شکل بسیار ساده تر است که من بر شما نشان دادم البته دوستای عزیز بسیار زیاد نازک نمی خمیره به اندازه گذاشتیم و بعدا بل که خمیر آماده شد البته یک قاشق چای خوری البته خورما در قسمت وسطی خمیر گذاشته و به را می ترتیبی آماده می میکنم. خب بعد از اینکه تمامش آماده شد با کف دستتان به می شکل ای را آماده کرده و همچنان با کاردک می و به می قسم آماده می یا شیب می دیم بعد تمام کلچه ها آماده شد دوستای عزیز من البته یک عدد زردی تخمه با پنج خوبلت می زنم و بعدا با برسک بروی کلچه ها به می ترتیبی را می و بعدا البته کنجد در بالای کلچه پاش میتیم و همچند در قسمت وسطیش کم سیادانه انداخته دوباره ایم رو دوش می میگذارم البته به درجه 220 تایی که کلچه های ما آماده شوه خوب دوستای عزیز قسمه که ببینید کلچه ها ماده است بسیار یک شکل عالی رو به خود گرفته و همچنان بسیار خوشمزه است امتحان کنین حتما خوشتان می آید خوب عزیز شما می تانید در محفلهای خوشی و همچنان بایید می تانید آماده کنین خوب دوستای عزیز امیدوارستم خوشتان آماده باشه اگر خوشتان آمد لایک کامن شیر سبسکرایب فراموشتان نشد تشکر دوستایی عزیز از تماشا کردن تان خداحافظ حافظ عزیز تا ویدیوی بعد